نه به واسطه شغلم، نه همین دختری که هستم، همین خانواده‌ای که دارم، احتمالاً من شجاعت همچین برخوردی رو تو زندگیم ندارم. در نتیجه این چالش برام شروع شد. دلیل دوم که خیلی خیلی شخصیه، جریان زندگی خودم بود که سارای علفزار برام شبیه یک نشانه عجیب در زندگی بود که تو باید این کار بکنی. این خیلی شخصیه، اما این سوالو بابا ازم کرد، گفت نمیترسی؟ تو داری، کاری ندارم که تو سارا بهرامی بازیگری که داری یه نقشی رو بازی میکنی، مردم با تو همراه میشن و یه جایی راجع به خودت این تصور رو میکنن، نمیترسی از اینکه یه همچین نگاهی بهت میشه؟ گفتم به هیچ عنوان، دلم میخواد تجربهش کنم و فیلمنامه رو دوست داشتم، دلم میخواست با سارای علفزار همراه بشه. جهان بازیگری، اون جهان بازیگری چه تعریفی داره؟ گفتی جهان بازیگری من. آی جیران، من فکر میکنم که هر بازیگری باید صاحب جهانبینی باشه، یعنی هر کسی که دستی در هنر داره، من نمیخوام از اسم هنرمند یا آرتیست استفاده کنم، خیلی اسم بزرگیه، من فقط به عنوان یک بازیگری که در این کاتگوری داره فعالیت میکنه، اعتقادم بر اینه که هر بازیگری باید صاحب جهانبینی باشه و این جهانبینی برای من مجموعه ای از دیدنها، خوندنها و تجربه های و زیستمه. ایناست که به من دستور میده، چون قرار نیست من امروز کارنامه خودم بررسی کنم. اگر عمری داشته باشم و موی سفید کنم و همیشه تخیلم اینه که خیلی دورترها باید برگردم و به این سارا نگاه کنم، دارم تلاش میکنم قدمامو توی این جهانی که هر روز هم داره تغییر میکنه، یعنی هر روز داره یه چیزاییش عوض میشه، یه ذره داره زاویه هاش کم میشه، یه ذره گرد میشه، یه ذره قطعا سن روش تأثیر گذاره. امروز یک دوستی به من گفتش که سارای علفزار احتمالاً زن پخته تریه. گفتم نمیتونیم فکر کنیم که از این سارا نشأت نمیگیره، چون قطعا من این سارای امروز پخته تر از سارای 4 سال پیشه که برای دارکوب تشویق شده.